کم گرفتاری تو شیدای بجنو بالی تو ای کم گرفتاری تو شیدای بجنو بالی تو لو رجوا توم دیوا عشقی لدلم چسبی وا لا تو جوان ترم ندی وا ای کم گرفتاری تو ای کم گرفتاری تو ای کم. من یادمه دوست داشتیم سینما بریم با داییم بیشتر یا عموم. بعد من اون موقع یادم بچه بودم عاشق ساندویچ کالباس سوسیس بودم. بعد ساندویچ یه زیر سینما بود. هر وقت می‌خواستم بریم ساندویچ بخوریم فکر می‌کردیم ساندویچ که می‌خری اونجا نباید بخوری. باید صبر کنی بری تو سالن سینما. همش اینجوری بود اون موقع که من فکر می‌کردم سینما زمانی که فیلم می‌بینی باید ساندویچ بخوری. به خاطر خوردن ساندویچ می‌رفتم اونجا. دایم به من میگفت الان نخور. گفتم خب بریم تو سالن. می‌رفتم تو سالن اولیه انتظار تام بخورم. گفت نه بذار بریم تو سالن اصلی. می‌رفتم گفتم بخورم می‌شستم. گفت نه بذار چراغ خاموش بشه بعد. چراغ که خاموش فیلم روشن کن حالا بخور. من یادم یه عالمه ساندویچ رو با کاغذش خورده بودم و همش مزه ساندویچ تو دهنم مونده. میتونم بهت بگم و شوخی هم نیست، از عشق به یک ساندویچ خوشمزه کردی من درگیر سینما شدم. و تا به امروزم پیتر، من عاشق سینما نبودم و نیستم، من مست سینما. میدونی یک رنجی با خودش منو میکشونه که فکر میکنم مستم. میدونی نمیدونم چیکار دارم میکنم. یعنی هیچ وقت از سینما من لذت نبردم، جون میکنم. ببینیم سخت‌ترین حرفه است، میگیم سخت‌ترین حرفه است تو دنیا، تو کردستان، توی خاورمیانه، تو این وضعیت اینجا چندین و چند برابر زحمتش بیشتره. به این دلیل بهت میگم مستم، من مست سینما، با رنج یک مستی با منه، نمیتونم ترکش کنم، مثل ماده مخدر درگیرش شدم. بزرگترین مربی من مادرم بود. تنها کسی بود که خیلی زیرزمینی منو حمایت میکرد که کار مثلا برم فیلم های کوتاه بسازم. میخوام برات قصه بگم. من توی 17 سالگی پدر مادرم از هم جدا شدن. وقتی جدا شدن من نقش پدر رو بازی کردم توی خانواده‌ام. هفت تا بچه بودیم، با مادرم 8 نفر. به عنوان پسر بزرگ باید امرار معاش میکردم. 2-3 سال ترک تحصیل کردم. یه جعبه آب میوه‌گیری داشتم، تو خیابون آب میوه میفروختم. بعد با یه عکاسی آشنا شدم، گفتم چقدر عکاسی جالب و اینا، منو راهنمایی کرد. رفتم یه کتابخونه کتاب عکاسی بگیرم، دیدم بغلش نشه سینما انیمیشن، اونو آوردم و شروع کردم به کار اولین فیلم انیمیشنمو با کمک مادرم. اون ساخت کمکم کرد. و مربی دوم من پدرم بود، به خاطر سختگیریاش، به خاطر نذاشتن من رفتن به سینما، کنترل کردن من. همیشه یه پلیس، یه سرباز دنبال من بود منو چک کنه. این تعقیب و گریز سربازای پدرم و پدرم مثل دزد و پاسبون، من ریتم یاد گرفتم، میدونی دویدن یاد گرفتم، قصه یاد گرفتم. و چیزی که من به من آموخت سینما رو در این حدی که دارم فیلم میسازم، شورت فیلم هایی بود که ساختم، اونم از زندگی. و اون شورت فیلم ها منو کارگردان کرد و یه کوچولو نگاه به من آموخت، یه جور جنس سینمای خودم و انگار راهمو پیدا کردم. راهی نبود که دیگران به من یاد بدن، راهی بود که خودم آموختم. Bahman, you've made films here in Iraq, you've made films in Iran. I imagine that it's not easy to make films in either place, but are the difficulties different and can you talk about them a bit? راستش بخوای اینجا هم سختی خودشو داره. من فکر می‌کنم خیلی کمتر نسبت به ایران. اینجا احساس آزادی عمل بیشتری می‌کنم. اینجا چیزی به نام سانسور وجود نداره. هر چی بخوای میتونی الان بسازی تو این سرزمین. ولی سختیاش از لحاظ تولید فیلم سخته. همه چیز خودت، یعنی اولا رول 10-15 نفر رو بازی میکنی و تو بازیگر نداری. من باید تو خیابونا و کوچه پس کوچه های روسا بگردم بازیگرامو اینجوری پیدا کنم. و سخت تا اونا راضی کنی که سینما چیه. مثلا میتونم بهت بگم سر فیلم آواسه سرزمین مادریم، اون موفرفریه رو آوردم، گفت من افتخار برام اینا، یه روز کار کردیم. شب گفت که خدا حافظ من میخوام برم. گفتم تو باید بمونی 2 ماه. گفت چی؟ گفت من 7-8
10 ساعت دارم با تو کار میکنم، فیلم تو 2 ساعته، این همه اضافه هم گرفتی. گفتم نه عزیز من، روزی یه دقیقه. یک هفته اینو راضی کردم، رفتم استاد دانشگاه آوردم، تایید کننده آورد. این تازه فهمید که آقا 2 ماه ما باید کار کنیم تا مثلا 90 دقیقه فیلم تهیه کنیم. اینجوری کار میکنیم. Bahman, I'd like you to say a few words about each one of your films. First of all, A Time for Drunken Horses, the film that brought you to the attention of the world when it won the Camera d'Or at Cannes. به مسیح اسپا رو که ساختم، من نمی‌دونستم مسیح اسپا رو اصلا ایده نداشتم من ایده. رفتم با یک صفحه این قدیم، 6 خط نوشته بودم که بهمن تو باید در مورد بچه‌های مرز فیلم سخت بسازی. رفتم و من فیلممو 8 پاره کردم، قصه نداشتم. گفتم بهمن قبادی تو 8 تا فیلم 10 دقیقه میسازی، و شروع کردم به ساختن 10 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه و دنبال یه خطم میگشتم تا این قصه ها شک بگیره. یه روز برگشتم کردستان، گفتم به دوستم، گفتم سری بزنیم به اون روسایی که 3 ماه توش آواره بودیم. گفت بریم. رفتم اونجا، دیدم طور قاچاقچی قاچاق میکنه اینا. شروع کردم به عکاسی، شورت فیلمم اونجا ساختم. بعد شورت فیلمو که نگاه کردم دیدم هیچ جا نشون نمیدن و یه مسئله بزرگی اونجاست و یه قصه غریب اونجاست. رفتم دنبال ساختن همین فیلم بلند مستی اسبا. من فیلم نساختم، زندگی اونجا رو جلوی دوربینم دوباره ساختم، بازسازی کردم زندگی رو، عین واقعیت. فیلمنامه این فیلم رو 70%ش رو خود آدمهای اون روستا با دیدنشون، من ازشون سناریو میگرفتم. 30 تا از گذشته های خودم بود. ایوب بچگی های بهمن قبادیه. ایوب در زمانی که پدرش از دست میاد، مادر نداره، داره تلاشون برای خانواده‌اش. این همین وضعیت زمانی که پدر مادرم جدا شدن دوچاره شدم. جنسش ولی یه جنس دیگه بود. همه فیلم هام توش من نروسم، استرسم و عصبیم. تو فیلم هام دنبال تخلیه شدنم. یک، بخشی از کمپلکسامو میخوام تخلیه کنم. دو، فریاد میزنم به خاطر اعتراضی که به زندگی گذشتم داشتم و الان دارم. بس دیم بشه نباش، فقط یه بخشی میخوام. وکیل نه. آقا میدرستی؟ سربازی؟ اون بوشه آتیش روشن کنی. رفتم دنبالی که فیلم متفاوتی بسازم که داستان سرراست و یک خطی رو مثل مستی اسبا دنبال نکنه. رفتم آوازها رو ساختم که بخشی دوباره از فرهنگ کردها بود. این فیلمو که ساختم یه عالمه گفتم آقا فیلم چقدر سخت ناراحت کننده است. گفتم چون درونم ناراحته. فیلمام پنجره آینه ای از وجود خودمه. تو اکثر فیلمم رود موویه، چون داستان کردها همش رود مووی بوده. هیچ وقت یک جایی نداشتیم که ساکن بشیم برای همیشه، میدونی؟ یعنی زندگی جاده‌ای ما داشتیم، همیشه سیار بودیم، همیشه چیزی کولمون بوده. ناخودآگاه این چیزایی که تو کولمون بوده، قالی برداشتیم، از این خونه به اون خونه رفتیم، از این شهر به اون شهر آواره شدیم، اومده تو فیلمای من میشه قاچاقچی. توی لاک پشتم پرواز میکنن. اومدم عراق، یه فیلم ضد جنگ میخواستم بسازم و دیدم محرومترین و ضعیفترین و بیتوجهترین قشری که الان بهش بیتوجهی میشه بچه ها هستن. ماها نسل سوخته ایم. این آدم های جوان های امروزی بزرگتر الان سوخته ترین هن. حالا ما برای نسل بعد که بچه ها هستن با چیکار باید بکنیم؟ به این دلیل با بچه ها اومدم تو که اولین فیلم بعد از سقوط صدام رو بسازم، بعد سالیان سال فیلم نساختن. و تمام کاراکترهای فیلمام به خصوص تو لاک پشت و مسیح اسپا همش از خودم میان، میدونی؟ آگرین این قد منه، کاک ساتلت این قد منه، میدونی؟ همه تیکه هایی از گذشته های منه، این همه اون رفتارهایی که بچه ها میکنن توی فیلم بچگی خود منه. Each one of your films is set near a border, either the border of Iraq and Turkey or Iraq and Iran. Why do borders, why do frontiers play such an important part in your films? نزدیکترین شهر ایران به مرز عراق من به دنیا اومدم به نام بانه. بیشترین کشته ها رو توی جنگ های داخلی و جنگ با عراق ایراندا تو شهر بانه و مریوان بود. بیشترین داستان ها تو بانه با من اتفاق افتاد. پس لب مرز بودم.
جایی که من توش آواره بودم 3 ماه روستای سرداب سورابی بود که تو همونجا رفتم زمانی برای مستی اسبا رو ساختم. مرز رو از بچگی آموختم، بوی مرز رو میشناسم. 2 کردها 40 میلیون نفرن، اینا تو 4 کشور دنیا زندگی میکنن و یه عده‌شون مثلا تو روسیه هست، یه عده‌شون تو اروپا، اینا مرز بینشونه. من بسیاری از فامیلام تو کردستان عراقه، ولی 1 سال صبر میکنم، چندین ماه صبر میکنم تا بهم اجازه بدم بیام فامیلام ملاقات کنم. اونم از این شهر به شهری که تو کردستان عراقه شاید 50 کیلومتر یا 100 کیلومتر فاصله داشته باشه، 1 سال باید صبر کنم تا فامیلامو ببینم، میدونی؟ و مسئلمه، این جای منه، میدونی؟ سلام علیکم. سلام، کجا میری؟ بار چی داری؟ بار ندارم، فقط مسافر دارم. بچه عراقی هم داری؟ بچه عراقی ندارم. بیا پایین. Each one of your films, whether filmed in Iran or here in Iraq, has been in Kurdish. Yet they've all carried the flag of Iran as they've gone out to other countries. Has the fact that as an Iranian filmmaker, you're making films in the Kurdish language posed a problem for you? ببین، هیچ کسی به من اجازه نداده که فیلم به زبان کردی درست کنم. آروم آروم با لبخندهام تونستم اولین فیلم کردی تاریخ سینمای دنیا رو درست کنم به زبان کردی. اولین بار بود که فیلم بین‌المللی به زبان کردی ساخته میشد تو دنیا. دومی هم همینجوری، سومی هم همینجوری با لبخند. ولی الان دوچار مشکل شدم. تو چهارمی با اینکه 3 تا فیلم خیلی نرمال ساختم، تو چهارمی قبل از فیلم برداری بهم زنگ زدن که آقا فیلمت به زبان کردی نباشه، اگه هم بود 20% باشه. آقا من کردم، من یه ایرانی ام، کرد ایرانی ام، حق دارم تو این سرزمین، یه بخش از ایران کردست، کردهان باید زبون خودشون داشته باشن. و وقتی نیمه ما رو ساختم، الان فیلم توقیفه و جالبه الان اجازه فیلم بعدیم هم نمیدن که کار کنم. دلیلشو نمیدونم، اگه کرد نبودم قطعا شاید این اتفاق نمیافتاد. خیلی از فیلمسازهای فارس‌زبون فیلمای ساختن که خیلی فیلمای خطرناکن که اگه من 5 دقیقهشو میساختم برای ابد فکر کنم اصلا ممنوع الورود بودم اون کشور. نمیدونم جرمم چیه و به شدت ایرانی هم و به شدت کرد ایرانی هم، سرزمینم ایرانه و برای کشورم دارم فیلم میسازم و مسئلم طرح مسائل سرزمینمه. دنبال اینم که کردها موقعیت خوب پیدا کنن، حقی که فارسا دارن کردان به دست بیارن، اون حقوقی که فارسا دارن کردان ندارن، محرومیم. با دوربین میخوام گفتگو کنم، با دوربین میخوام طرح مسئله کنم، با دوربین میخوام آروم حرف بزنم تا حق طبیعیم رو بگیریم. Bahman, could you comment a little bit about your most recent film called Half Moon? I know that it was part of a project to celebrate the 250th anniversary of the birth of Mozart. What was the connection between life here in Kurdistan, your film Half Moon, and Mozart? I have a feeling that today, هزاران موزارت رو تو میبینی. موزارت یک آدم نیست، موزارت یک روحیه که نهفته در میلیون ها هنرمند امروز تو دنیا. و حالا وضعیت هنرمندان رو میخواستم بگم. من در سال 2007 مامو رو بتونشون میدم که 250 سال پیش موزارتی که میتونست کارهای خلاقانه بکنه، زن میتونست آواز بخونه تو آثارش، حالا من تو سال 2007 به موزارت شبه موزارت کرد رو بتونشون میدم که توی وضعیت اینجوری داره زندگی میکنه. 200 خورده سال گذشت از این اتفاق، ما همچنان تو چنین منطقه زندگی میکنیم که زن حق آواز خوندن نداره. میدونی داستانهای تلخ این بخش از کره خاکی که ما توی زندگی میکنیم. و فکر میکنم بدترین جایی که تو دنیا وجود داره مدلیسته و بدشانسیمون به خاطر سرمایه مزخرفی به نام نفت که داریم. به خاطر نفت به همه چیز بیتوجهی میشه، به فرهنگسازی، هنرسازی، به همه چیز. فقط نفت و بیزینس و دزدیدن و فروش تسلیحات نظامی از پول من و بچه های فیلم های من داره میره تو جیب غرب و اینا رو به ما میدن و من بیچارم باید برگم دنبال سوژه میگردم. سوژه هم همه شده این آهن قرازه ها و مین و توپ و جنگ و اینا و نمیدونم کی عوض میشه که منم سوژه هم عوض کنم. چه گرد که برم سفر میدم گیره؟ سا
35 ساله نه الرشته جنم در بی ملکم ملکم برا روم اگر بیش میرم روم مامو بخشی از 60 سالگی 70 سالگی بهانه قبادیه. ترسی که از مرگ دارم توی فیلم آوردم تو هافمون. صبح تا شب سایه مرگ داره سایه سیاه‌تر و سنگین‌تر میشه رو من. فشاری که پیرامونمه، ناامیدی که الان توی منطقه دارم، تو همه چیزها. از لحاظ تخصصی بگی فیلم سازی تا فشارهایی که از همه جا بهم وارد میشه. از توقیف فیلمم، از فیلم نساختنم، از نداشتن استاف، از همه چیز میدونی سایه مرگ سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه و داره اذیتم میکنه و مرگ داره شده مسئله و موضوع فیلم‌های بعدی. Finally, Bahman, music seems to be very important in each one of your films. In fact, in two of the films, musicians play the central parts. Why is music so important to you? من اگه فیلم ساز نمی‌شدم حتما کار موزیک می‌کردم. عاشق موسیقی‌ام. با موسیقی فیلم می‌سازم، با موسیقی غذا می‌خورم، با موسیقی می‌خوابم، با موزیک فکر می‌کنم. موزیک منو وارد خیال می‌کنه. خیال پردازی منو، قوه خلاقه منو بصری‌تر می‌کنه و قوی‌تر می‌کنه. با موزیک می‌تونم سفر کنم. چشامو می‌بندم، با موزیک همه جای دنیا می‌تونم سفر کنم و قصه‌ام همینجوری تونتون میاد و من ریکورد می‌کنم و ضبط می‌کنم. اگه فیلم ساز نمیشم قطعا کار موزیک میکردم که همچنان الان هم دارم دنبال کار اینم که در یک دو سال آینده شروع کنم به کار آهنگسازی اینا. کجراوی چاوی جوانم چاوی که چی کردستانم واز من لبینا وارا وارا تخوا وارا غمی دنیام لبیر باوا وارا وارا تخوا وارا غمی دنیام لبیر باوا خونه کینا تا کوبایان خونه کینا تا This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only US network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries and diverse cultural programs. Programs which connect you to the world.